به نام خدا دوستان عزیز سلام من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم ما توی این ویدیو قصد داریم به یک شیوه ای اپتوکوپلر رو تست بکنیم که نیاز به ولتاژ نداره و فقط و فقط میشه هر دو سمت اپتوکوپلر رو توسط یک مولتیمتر تست کرد شاید تعجب کنید که خب با مولتیمتر میشه سمتی که یک دیود هست رو تست کرد اما اون سمت دیگه که یک فوتو ترانزیستور هست رو نمیشه تست کرد برای اینکه باید حتما ترانزیستور روشن بشه و فقط میشه حالت اوپن بودن و یا در واقع مدار باز بودن پایه های کلکتور و امیتر رو تست کرد درسته اما ما یک شیوه رو اینجا میخوایم بهتون یاد بدیم که به راحتی بتونید فقط با یک مولتیمتر این کار رو انجام بدید اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این آموزش مخت در مورد خود کوپلر هم صحبت میکنیم هرچند که ما قبلا هم در مورد اوپتوکوبلر و هم در مورد اوپتوترایای صحبت کردیم و اگر اون ویدیوها رو ندیدید برای اینکه الان مجبور نشید برید روی اون ویدیوها سویچ کنید حتما لینکش رو در انتهای همین ویدیو و در بیستانیه آخر همین ویدیو میذارم و یا تو قسمت توضیحات که راحتتر بتونید پیدا کنید پایین همین ویدیو یه بخشی به عنوان توضیحات وجود داره گزینه بیشتر یا مور رو اگر بزنید حتما تمام رو میبینید و از اونجا میتونید لینک ها رو پیدا کنید خب همتون میدونید که اپتو در واقع یک قطعه ای هست برای مجزا کردن دو بخش از هم که ما میتونیم یک سیگنالی رو که به عنوان فرمان از یک بخشی میاد منتقل کنیم به یه بخش دیگه بدون اینکه این, این دوتا قسمت با همدیگه ارتباطی داشته باشن و برای ایزوله کردن استفاده میشه مثلا شما یک میکروکنترلر دارید و میخواد یک سیگنالی که از طریق یک ولتاژ AC یا 220 ولت میاد رو منتقل کنید به میکروکنترلر به خاطر اینکه این, این دوتا تا ها از هم ایزوله بشن میاد از این قطعه استفاده میکنید حالا داخل این قطعه در واقع دو تا قطعه دیگه وجود داره این قطعه از نوع چهار هستش اپتوکوپلر چارپایه هست چرا چون ما اپتوکوپلرهای شش پایه هشت پایه و حتی بیشتر هم داریم که باز هم در ادامه راجب صحبت خواهیم کرد تو بعضی از این اپتوکوپلر های مثلا هش پایه یه دونه اپتوکوپلر وجود داره و تو بعضیاش در واقع دو تا و به عنوان دوقلو استفاده میشه و همینطور ما اپتوکوپلر هایی داریم که در واقع ترکیبی از سه تا اپتوکوپلر یا چهار تا اپتوکوپلر هستن و در نتیجه به همون اندازه هم تعداد پایه زیاد میشه برای استفاده در مداراتی که شما مجبورید دو تا یا سه تا اپتوکوپلر رو کنار همدیگه استفاده کنید به صورت یک بسته و یک پکیج ارائه میشه اما اپتوکوپلر های 6 و 8 داریم که درونشون فقط یک بسته اپتوکوپلر وجود داره اما پایه با هم متفاوتن ولی چیزی که هست توی اپتوکوپلر های چهار پایه دو تا از پایه ها یعنی پایه یک و دو که برای پیدا کردن پایه یک و دو هم خیلی راحت شما فقط کافیه به این نقطه ای که در این بدنه خود اپتوکوپل هک شده و یا با یه نقطه سفید رنگ مشخص شده دقت کنید میشه پایه یک و بعدیش هم میشه پایه دو دو تا پایه های بالایی هم به ترتیب میشه پایه سه و چهار دقیقا مثل همون روشی که برای شماره گذاری پایه های آیسی ها استفاده میشه حالا این پایه یک و دو دقیقا یک دیود نورانی هست که ما نورش رو نمی بینیم و در از درون خود بسته تابیده میشه به این ترانزیستوری که اینجا هست اما این ترانزیستور یک ترانزیستور معمولی نیست یک فوتو ترانزیستور هست که پایه بیس نداره یعنی داره ولی پایه بیسش توسط در واقع یک فوتوسل و از طریق نور نامرئی که از طریق این دیود نورانی بهش تابیده میشه تحریک میشه در نتیجه زمانی که این دو تا پایه یک و دو به عنوان یک LED روشن بشه پایه سه و چار که کلکتور و امیتر هستن یعنی پایه چار میشه کلکتور پایه سه میشه امیتر به همدیگه راه میدن و سویچ میکنن این یک ترانزیستور که شما یک ترانزیستور رو در واقع بیسش رو تحریک شریک و از کلکتور و امیتش به عنوان یک کلید استفاده میکنید و یک جریان رو ازش عبور میدید این هم به همون نحوه حالا برای تست دقیق اپتوکوپلر خارج از مدارات الکترونیکی ما میتونیم از یک ولتاژ DC دو ولت استفاده کنیم حالا چون من اینجا من تغذیم رو پنج ولت گذاشتم یه مقاومت 330 سی, سی اهمی سر راه در واقع پایه یک و گذاشتم که این LED ای داخلی اپتوکوپلر هم نسوزه و کافی هستش که من این دکمه رو فشار بدم و این اپتوکوپلر عمل کنه حالا به خاطر اینکه صحت عملکرد ترانزیستور داخلی این اپتوکوپلر رو ببینم یک LED هم اینجا اومدم سر راه کلکتور به امیتر گذاشتم و امیتر رو توسط یک مقاومت 330 اومی زمین کردم حالا چون این در واقع برد من یک مقدار مشکل داره من مجبورم این کوپلر رو فشار بدم که تو جای خودش خوب قرار بگیره حالا با فشار دادن این کلید میبینید که این LED روشن شد پس این یکی از بهترین شیوه ها برای تست کردن اپتوکوپلر هست که شما با این روش خیالتون راحت میشه که هم این دیود رو تست کردید و هم در واقع این ترانزیستور رو اما این روش در واقع نیاز به این ولتاژ داره و نیاز به دو تا مقاومت و یه دونه LED و, و حالا به خاطر اینکه این پایه ها رو به هم وصل کنید یک بردبردی هم نیاز است اما یکی از شیوه هایی که در ادامه میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که ما این اپتوکوپلر رو فقط و فقط توسط یک مولتی تست بکنیم و از صحت عمل کرد و سالم بودن هم دیود و هم ترانزیستورش مطمئن بشیم اما در ادامه یه اشاره ای هم بکنم به اپتوکوپلر های دیگه ای که در واقع حالا شش پایه و یا هشت در اینجا شما یک اپتو کوپلر شش پایه میبینید که اگر قرار باشه بر اساس اطلاعاتی که اینجا بهتون دادم و این پایه ها رو براتون معرفی کردم این اپتو رو تست بکنید ممکنه جواب نگیرید دلیلش اینه که هر کدوم از این اپتو ها دارای یک دیتا شیت یا یک برگه اطلاعاتی هستن و مشخص کرده که دقیقاً مثلا پایه آنود و کاتود اون LED کدوم یکی از این پایه هاست و فوتوترانزیستورمون هم پایه های در واقع کلکتور و امیترش کدوم یکی از این پایه هاست بعضی از این پایه ها بیکارن و ازشون استفاده نمیشه پس شما باید بر اساس شماره ای که روی بدن قرار گرفته توی اینترنت سرچ کنید و برگه اطلاعات که میشه دیتا شیتش رو به دست بیارید و بر اساس برگه اطلاعات بیاید این پایه ها رو پیدا بکنید و حالا یه مدل دیگه هم ما داریم همینجا من این مثال رو هم براتون بزنم ما یه مدل دیگه هم داریم که اپتو ترایاک هست قرار نبود ما الان اینجا راجع به اپتو ترایاک صحبت کنیم اما این رو بهتون بگم که اپتو ترایاک هم میشه توسط همین روشی که الان اینجا براتون انجامش دادم تستش کرد فقط تفاوتش در اینه که توی اپتو ترایاک به جای ترانزیستور یا فوتو ترانزیستور در واقع دو تا دیود قرار گرفته که به صورت حالت شبیه به ترایاک هست و این برای راه اندازی گیت یک ترایاک استفاده میشه توی این مدلی که من اینجا دارم استفاده میکنم پایه یک و دو دقیقا آنود هستن آنود و کاتود LED هستن اما خروجی ها پایه ی چهار و 6 هستن در نتیجه تفاوت داره با در واقع این حالتی که الان اینجا قرار گرفته پس من اگر بخوام این قطعه رو تست کنم باید این مقاومت رو یه دونه شیفت بدم به کنار که بره رو پایه 4 حالا یه بار با هم تستش کنیم جالبه به خاطر اینکه اپتو رو هم میشه از این طریق تست کرد بس اجازه بدید من این مقاومت رو هم یه دونه شیفت بدم به خونه بغل خب حالا این اپتو رو میارم میذارم همون جایی که پایه یک و دوش با اون اپتو کوپلر در واقع یکی بود خب الان پایه یک و دو دقیقا تو مسیر ولتاژ 5 ولت قرار گرفته و این LED هم در مسیر کلکتور و امیتر یعنی پایه 6 و پایه 4 تفاوت اپتو و اپتو در این هستش که یک بار اگر من بیام و این کلید رو فشار بدم این LED روشن میشه و دیگه خاموش نمیشه و به همین راحتی شما میتونید از صحت عمل کرده این اپتو هم مطلع و مطمئن بشید خب بریم در ادامه روشی که قرار هست با مولتیمتر انجام بدیم رو ببینیم دقت کنید ما برای تست کردن اپتو باید حتما مولتی مترمون رو رو حالت تست دیود بذاریم روی حالت تست دیود دو تا حالت داریم یه حالتی که وقتی پروب ها رو به هم میزنیم یه عدد نشون میده و یه حالت دیگه هم داریم که در واقع با اتصال کوتاه بوق میزنه ما این حالت رو نیاز نداریم پس ما فقط برمیگردیم رو هم حالت تست دیود و شروع میکنیم به تست کردن اولین کاری که انجام میدیم این هستش که پایه آنود و کاتود دیود نورانی رو تست میکنیم به این شیوه که پروب قرمز رو میذاریم روی آنود و پروب که رو روی کاتو توی این حالت در واقع میاد یه عددی رو نشون میده این عدد یک ولتاژی هست که الان داره از این دیود نورانی عبور میکنه و این دیود نورانی رو روشن کرده این عدد الان یک ممیز 77 هزارم ولت هستش و توی این حالت الان دقیقا ترانزیستور ما عمل کرده و پای کلکتور به امیترش را داده حالا جالبه اگر ما بخوایم کلکتور و امیتر رو تست کنیم میبینید که به همدیگه راه نمیدن و در واقع اوپن میزنن حالا اینجا چرا یک دهم ده داره نشون میده یا 113 هزارم داره نشون میده این نشون دهنده این هستش که این ترانزیستور سوخته و این اپتو ایراد داره اینجا الان ما یه اپتو سالم داریم و اگه هاش رو بگیرم میبینید که به هیچ عنوان عددی رو نشون نمیده پس اگر به هر دلیلی حالا یکی یکی دوباره تست کنیم ببینید اگر پایه های آنود و کاتود از یک طرف راه داد به این شکل یعنی آنود با پروب قرمز و کاتود با پروب مشکی راه داد و تو حالت برعکس عددی رو نخون سمت در واقع دیود نورانی سالمه یعنی ما باید دو تا قطعه رو تست کنیم حالا اگر بیایم کلکتور و امیتر رو تست بکنیم نباید هیچ عددی رو بخونه و اگر عددی رو خوند نشون دهنده این هستش که این ترانزیستورش سوخته پس این اپتوکوپلر دیگه به درد نمیخوره حالا این یکی اپتوکوپلر رو نگاه کنید ببینید من پروب‌ها رو جابجا هم کردم به هیچ عنوان نباید عددی رو نشون بده و باید اول یا همون اوپن لاین بزنه و حالا دوباره من این گروه ها رو جابجا جا میکنم، ببینید باز هم هیچ چیزی رو نشون نمیده اما اینجا دوباره اتصال کوتاه نشون میده پس این اپتو خراب شده و دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم میایم سراغ این اپتو کوپلر سالم که ببینیم با چه شیوهی میتونیم حالا تو همین حالت بدون ولتاژ در واقع ترانزیستورش رو هم تست بکنیم خب دوستان دقت کنید کاری که ما باید انجام بدیم این هست اول پایه یک رو مشخص میکنیم خب این دایره که اینجا هستش نشون دهنده چیه دقیقا نشون دهنده پایه یک خب برای روشن کردن دیود و ترانزیستور کاری که میتونیم انجام بدیم اینه پروب قرمز رو به این شکل میزنیم به این دوتا پایه ی آنود و کلکتور یعنی این قسمت که آنود هست مربوط به دیود میشه و این قسمت که کلکتور هست و مربوط به فوتو ترانزیستور میشه به این شکل حالا باید به یه نحوی نگهش داریم دیگه یه خورده سخته ولی خب یه چند باری که انجامش بدیم دستمون عادت میکنه اگر سخت بود در نهایت از برد برد استفاده میکنیم خب اپتو رو به این شکل گذاشتم ببینید الان اگر من بیام فقط این پایه کاتود رو با پروب مشکی به این شکل وصل بکنم اون عدد رو باز میبینیم ده ممیز هفتاد و چار هزار حالا تو همین حالت که در واقع این اتصال رو برقرار کردم و این عدد رو دارم میبینم نوک پروب مشکی رو میبرم آروم آروم میزنم به امیتر یه افت ولتاژی اونجا باید ایجاد بشه دلیلش هم اینه که چون کلکتور به امیتر راه داده اتصال کوتاه ایجاد شده چون سمت در واقع دیود نورانی ما سالمه و این عمل باعث میشه که یه افتو ایجاد بشه این یکی از روش های تست کردن اپتو بدون هیچ ولتاژی و بدون هیچ LED و مقاومت و قطعه اضافهیه و فقط و فقط میتونیم از این روش هم دیود و هم ترانزیستور اپتو رو تست بکنیم حالا یه نکته دیگه هم بگم اگر براتون سخته که در واقع بخواید با پروب و این به این حالت رو دستتون بگیرید و این کار رو انجام بدید اگر دو تا پنس دارید میتونید این کار رو انجام بدید پنس ها رو بیارید و این پروب ها رو به این شکل داخلش قرار بدید برای هر دو تا پروب ها و از خود پنس ها استفاده کنید در واقع از نوک این پنس ها استفاده کنید برای اتصال یکی از این پروب ها رو که در واقع مثبت هست و به پنس وصل کردید رو به این شکل سمت آنود و کلکتور به این شکل اتصال بدین و سمت دیگهش رو هم توسط یک پنس دیگه که به پروب مشکی متصل شده میتونید تست کنید اول بزنید به پایه کاتود الان عدد رو داریم حالا که من اتصال رو برقرار میکنم افت ولتاژ ایجاد میشه دوباره عدد رو داریم افت ولتاژ رو ایجاد میکنیم و متوجه میشیم که این اپتوکوپلرمون هم ساله شیوه برای قطعات دیگه ای که حالا شش یا هش پایه هستن هم جوابگو هست ولی خب چون پایه ها مرتب و روبروی هم دیگه نیستن در نتیجه یا ما باید از بردبورد استفاده بکنیم و یا یک وسیله برای تست بسازیم که سوکت داشته باشه و به راحتی بتونیم از این شیوه استفاده بکنیم و مثلا پروهای های رو توی دستگاه قرار بدیم و با قرار دادن این ها روی سوکت های مخصوص خودش عمل کردش رو به این شکل ببینیم خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مرسی از لایک و کامنت های دلگرم کنندتون اگر عضو کانال نیستی لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد مرسی که ما رو تماشا میکنید برای همتون آرزو سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسوارم. خدا نگهدار